وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم حمل سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 مارچ سال 2023 میلادی. در نخواست سرخط مهمترین خبرها، مزدود باقی ماندن درب مکاتب و پوهنتون ها آنان را ناامید ساخته. خواست تازه سازمان عفو بین الملل و نظارت از حقوق بشر از امارت. مردم خواهان کنترل جدی آن از سوی حکومت گردیدند. افزایش در نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان. متهم شدن ارمنستان و مختل نمودن صلح جهانی از سوی آذربایجان. وال هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. سازمان عفو بین الملل در افغانستان خواهان بازگشایی درب مکاتب برای دختران افغان شده است. در کنار این سازمان، سازمان نظارت حقوق بشر هم از حکومت افغان خواسته است تا روند تعلیمی و تحصیلی برای دختران از سر گرفته شود و طالبان روی تصمیم اخیرشان از سر غور کنند. از سوی دیگر متعلمین میگویند که دروازه های مسدود مکاتب و پوهنتون ها برای آنان آرزوهای آنان را از بین برده است. جهانی و دختران افغان مبنی بر بازگشایی درب مکاتب و پوهنتون‌ها سوی امارت اسلامی انوس هم ادامه دارند. بعد تازگی دو سازمان جهانی از حکومت افغان خواستند تا در بخش تعلیم دختران روی تصامیم اخیر خود از سر غور نماید و در پای مراکز تعلیمی و تحصیلی را باز کند. افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران در آن از رفتن به مکاتب دوره متوسطه و لیسه محروم هستند. طالبان باید دختران را اجازه دهند تا دوباره به مکاتب بروند. تعلیم یک حق بشری است. طالبان باید هرچی عاجلتر روی تصمیم اخیر خود از سر غور کنند و به دختران اجازه دهند تا به مکاتب و پوهنتون‌ها بروند. آنان باید آینده دختران، زنان و افغانستان را خراب نسازند. دختران افغان که از 1.5 سال گذشته بدین سو از رفتن به مکاتب دوره های متوسط اول لیسه محرومن، میگویند که این وضعیت آرزوهای آنان را برای آینده درخشان از بین برده است. آنان از امارت اسلامی میخواهند تا درب مکاتب و پوهنتون ها را برای آنان باز نماید. دل پیل شو زمون طولی هیلی هم دیکل تا ویچی مون تا به هم دزده که اجازه را گول کیگی. خوز هم دشبگم طولگی پور تا اینجون خونزی تا تک اجازه نلری که چی ریده سی ادامه پیدا کری طول نده به بی سواده سرمخ کیگی. ځکه نجونې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. غوښتنه مو د حکومت څخه دا ده چې هلکانو تر څنګ موږ ته هم د زده کړو اجازه راکړي، تر څو یو ځای د خپلو ورونو سره د هېواد د راتلونکي لپاره کار وکړو. سی دغه ول کې زموږ ټولنه به د بدبختۍ او بېسوادۍ سره به مخ شي او ډېری هېوادوال به د وطن پرېښېدو او جلا وطنۍ تړ شي. صاحب نظران چنین استنباط میکنند که دلیل عمده تعامل ضعیف حکومت فعلی با جهان مسدود باقی ماندن درب مکاتب بروی دختران افغان عنوان میگردد. آنان میافزایند امارت اسلامی در این زمینه باید تعهدات خود را عملی سازد. نړیوال هم دا موضوع مطرح نیولی ده و هغوی منهیستی و ابزار ورڅخه کار اخلي. نو په کار داده چې اوس د بهرنیو نه علاوه موږ د کور دننه باید د تعلیماتو دپاره یو ځانګړې برنامه جوړه کړو د امارت سره یو ځای. همزمان با حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، درب مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور مسدود گردید. اما از مسدود شدن درب پوهنتون‌ها بروی دختران در حدود 4 ماه میگذرد. وزارت معارف امسال رسما نگفته است که درب مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم مزدود باقی خواهد ماند، اما وزارت تحصیلات عالی اعلان کرد که محصلین اوناس تا امر ثانی نمی توانند به پوهنتون ها بروند. خط آهن هفته گذشته در حدود 120,000 تن مواد را انتقال داده است. این اداره در یک خبرنامه گفته است که در بیان این مواد صادرات و واردات شاملند که از بنادر آقینه، حیرتان و ترغندی کشور صورت گرفته است. در جمع این مواد در حدود 9,000 صادرات و متبقی آن را واردات تشکیل می دهد. اداره ملی خط آهن می گوید از تاریخ 26 ماه هود الی 3 ماه حمل از طریق رای آهن 133,672 متریک تن مواد را انتقال داده است.
در خبرنامه منتشر شده از سوی این اداره گفته شده است که این انتقالات از طریق بندر آقینه، حیرتان و تورغندی صورت گرفته است. از تاریخ 26 ماه هود الا سوم حمل از راه آهن افغانستان 123672 متریک تن انتقالات صورت گرفته که از طریق بندر آقینه 88811 تن، از بندر حیرتان 26465 تن و از طریق بندر تورغندی 28396 تن انتقالات صورت گرفته. در این انتقالات در کنار اموال وارداتی 9236 تن آن را مواد صادراتی تشکیل می دهد. در این اعلامیه اسامی کشورها ذکر داده نشده که اموال صادر شده از افغانستان به آن رسیده است، اما گفته شده که بخش زیاد صادرات را جوس انار تشکیل می‌دهد. یک بخش از این انتقالات صادرات است که هفته گذشته 9236 تن صادرات صورت گرفته و بخش زیاد آن را جوس انار تشکیل می‌دهد. در امین حال مسئولین اتاق صنعت و تجارت دلیل عمده افزایش صادرات اموال را از طریق ترانسپورت زمینی و راه آهن ایجاد تسهیلات در طی مراحل اموال تجارتی در گمرکات عنوان می کند. اول عامل داو چه په گمرکونو کې او خپل وزارت مالیه کې پروسس کې په طی مراحل کې په بندرونو کې او په گمرکونو کې ډیر سهولت راغلی. د جمهوریت په وخت کې حتی زمونږ مالونه په ورځو په بنادرو کې ولاړو او هغه نه طی مراحل کېدل. اوس د دې دپاره سهولتونه برابر شوي دي، بالخصوص وزارت مالیه ډیر سهولتونه برابر کړي دي او دا ډیر زر طی مراحل کېږي او ځي. خان جان الکوزای معاون این اتاق چالش بزرگ فراراه اموال صادراتی را وضع مالی بالا از سوی پاکستان بر اموال تجاران افغان عنوان می کند. آنان می گویند که این مشکل با مسئولین وزارت تجارت در میان گذاشتند، اما تا اکنون برای آن راه حل پیدا نکردند. چې د همسایګانو سره ستونزې لرو، ډېرې جدي ستونزې لرو، خصوصا زموږ په کراچۍ کې زموږ په مالونو باندې نوي قیدات لګېدلي دي، ډېر زیات سخت قیدات دي، بعضې مسایل دي چې دې ته باید خاتمه ورکړل شي. زموږ نه قیمت ترین انویاسونه موږ ته راکوي، پخپله زموږ انویاس نه مني، مال هم په 15 ورځو کې طی مراحل کېږي، هلته ودرېږي. اداره ملی راه آهن در حال آمار انتقالات را از این راه منتشر می سازد که قبل از این وزارت صنعت و تجارت در سال 1401 خورشیدی سطح صادرات را نسبت به سال 1402.5 برابر بلند خوانده بود. باشندگان شهر کابل در ماه مبارک رمضان از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند. با آنکه وزارت مالیه به هدف کاهش قیمت ها از کاهش محصول در میوه و سبزیجات تازه و برخی از مواد خبر می دهد، اما هنوز هم در نرخ مواد کاهش چشمگیری به میان نیامده است. باشندگان شهر کابل اضافه می کنند از یک سو سطح گسترده بیکاری و سوی دیگر قیمت بلند مواد خوراکی آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. آنان از حکومت خواهان کنترل جدی نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان هستند. با آغاز ماه مبارک رمضان در نرخ مواد اولیه در بازارها افزایش به میان آمده است. بانک همه ساله با آمدن ماه مبارک رمضان در قیمت مواد خوراک افزایش به میان می آید، اما امسال نسبت به گذشته بلند رفتن نرخ میوه تازه و سبزیجات از جمله مواردی هستند که شمار زیادی از افغانها توان خرید آن را در روزه ندارند. بل د هر شي قیمتو سره چې د ډیر فرق کوي، لکه رخبزه شو، قیماک شو، ملای پنیر، دغه شیان چې دی نو په دغه کې ډیر بدلون راغلی دی، ډیر فرق پکې راغلی دی او قیمتونه ډیر جګ شوي دي. از سوی هم وزارت مالیه به هدف کاهش و کنترل نرخ‌ها در بازار از پایین آمدن محصول گمرکی در شش قلم مواد خوراکی خبر می‌دهد. کچالو، رومی، بامیه، سیب، خرما و تربوز از جمله مواد خوراکی هستند که به گفته سخنگوی وزارت مالیه محصول گمرکی آن از 10% به 80% پایین آمده است. په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو د مخنیوي د پاره او د خلکو د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره پر شپږ قلمه خوراکي توکو لکه کچالو، رومیان، بینډۍ، منې، خرما
او هندوانه باندې ګمرکي تعرفې لول سلنی څخه تر اتیا سلنی پوری راټیټی کړل سوې. اما سوی دیگر قیمت آرد، روغن و برنج که در سالهای گذشته با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت آن بلند می رفت، برخلاف امسال کاهش یافته است. بگونه ای که در هر بوجی آرد از 100 تا 150 افغانی کاهش آمده است. با توجه به اینکه یک سال قبل نرخ قیمتی که بود امروز 50% نرخ پایین است، هم در روغن هم در آرد هم در شد موس الحمدلله دیر شاین ارزانه دی نسبت مثال یو تیم غوړی مونږ 3000 پورې خرج کړی، مګر موس هغه بهترین غوړ چې دی په 1300 روپۍ دی. باشندگان شهر کابل میگویند علاوه از بیکاری طولانی مدت و وضعیت بد اقتصادی که اکنون زندگی آنان را تلخ ساخته، افزایش در نرخ مواد خوراکی از جمله مورد دیگری است که زندگی را برای آنان به چالش کشیده و برخی حتی میگویند شبهای زیادی را گرسنه صبح کرده اند. محمد یونس از میان هزاران جوان بیکار یکی است که مجبوریت های زندگی و سیر نمودن شکم خانواده 6 نفره او را با دست معذور مجبور به کراچی داری نموده است. نامبرده خواهان دستگیری از سوی حکومت می باشد. در این شکر 6 تن عیال خورنده دارم دیگه، کلش امید خدا و امید ما. و ایجا هم که می برایم بیادر می بینیم کار بار نیست، مردم هم بیادر وضعیتش خراب دیگه، چیز نیست، ایران ماندیم به دربار خدا که آدم چی باید. افغان هایم علاوه از سایر خواست ها از حکومت می خواهند که نظارت را بر بازار افزایش داده و با تاجرین و دکانداران برخورد جدی نماید که در بازار خودسرانه مواد خوراکی را بلند می برند. نزدیک به 150 مهاجر افغان از ایران دوباره به کشور برگشتند. با این هم شمار مهاجرین افغانی که در یک ماه گذشته از ایران به کشور برگشتند به 61,000 رسید. باور این است که اگر حکومت افغان در داخل کشور زمینه و فرصت‌های کاری را برای مردم فراهم سازد، جوانان وادار به مهاجرت‌های غیرقانونی به بیرون از کشور نخواهند شد. روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران به کشور هنوز هم ادامه دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به تازگی در یک خبرنامه گفته است که 147 مهاجر افغان از راه ولایت نیمروز دوباره به کشور برگشته است. این وزارت می افزاید که از میان مهاجرین برگشت کرده 67 آن به سازمان جهانی مهاجرت معرفی گردیدند که با آنان کمک های خوراکی و غیر خوراکی صورت خواهد گرفت. از طریق راه اسلام قلعه هرات به تاریخ 3 ماه حمل 147 مهاجر افغان از کشور ایران دوباره به کشور برگشتند. از جمع برگشت کنندگان 67 تن آنان به هدف کمک ها به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. مسئولین محلی در نیمروز میگویند در یک ماه گذشته شمار مهاجرین برگشته از ایران به افغانستان به 61,000 میرسد. مسئولین در مورد دلایل برگشت دوباره این مهاجرین چیزی نگفتند، اما مهاجرین مقیم در ایران و دوباره برگشت کرده میگویند که از سوی پلیس این کشور با آنان برخورد نادرست صورت میگرفت و جبران از این کشور بیرون گردیدند. په تیر یوه میاشت که شاوخوا 15,000 افغان کډوال د ایران هیواد څخه و نیمروز ولایت ته د وریښمو لاري راستانه سوی دي، چې په دې لړ کې شاوخوا 1500 کورنۍ هم شامل وي، چې له هغو څخه 6,500 مجردو او یو تعداد کورنۍ ته د همکارو موسسو لخوا څخه نغدي او خوراکي مرسته ترسره سوې ده. کارشناسان امور میگویند به خاطر جلوگیری از مهاجرت، حکومت باید در داخل کشور برای افغانها زمینه کار را فراهم نماید، زیرا مشکلات اقتصادی از جمله دلیل عمده است که شمار زیادی از هموطنان را مجبور به مهاجرت به کشورهای بیرونی میکند. افغان کډوال په دواړو حالتو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، هم څه له هېواده کډوال کیږي هم څه بېرته راستنېږي. نو بنا دلته باید دولت یا امارت اسلامي د طالبانو د دوی د ستونزو د حل په هکله باید ګوټلي ګامونه پورته کړي، د دوی د تحصیل، د دوی د کار، د دوی د اشتغال او همداسې د اقتصادي ستونزو، ټولنیزو ستونزو او نورو ستونزو چې دوی لري، دوی کې باید د مسؤول دولت په توګه باندې، د مسؤول دولت په توګه باندې نه تنها در ایران بلکه در پاکستان، ترکیه و شمار از کشورهای اروپایی هم افغانهای مهاجر بعد از آزار و اذیت سخت و زندان دوباره به افغانستان برگشت داده می شوند.
شماره از باشندگان پکتیا میگویند در ماه مبارک رمضان با مشکلات اقتصادی روبرو اند و باید با آنان همکاری گردد. برخی از اعضای خانواده ها میگویند بیکارند و زمینه کاری برایشان مساعد نیست و باید به مثل سایر خانواده های نیازمند با آنها کمک صورت گیرد. ریاست رسیدگی به حوادث هم وضعیت اقتصادی شماره از خانواده ها را نادرست خوانده و از نهادهای کمک رسان خواهان همکاری در این زمینه گردیده است. شماره از باشندگان پکتیا از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و میگویند بیکارند و زمینه کار برایشان مساعد نیست و در ماه مبارک رمضان مشکلاتشان بیشتر گردیده و باید دستگیری شوند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای کمک رسان خواهان کمکند. که دوانان ډیر ستونزې لري او سي هغه ته باید یو داسې زمينه برابر شي چې هغه کار وکړي، روزګار وکړي او د ځان لپاره دی آینده لپاره یو څه برابر کړي. نو له چارواکو څخه مندا غوښتنه ده له مؤسسات سره موږ سره نور هم داسې زیاتې مرستې وکړي. بې وسیده خلک پیسې نه لري، لکه مطلب ډیر غریبان شوي دي. نو د قریه بنسټو څخه مندا هیله ده چې دوی سره مرسته وکړي تر څو خلک یو څه د سهولت څخه برخمن شي. برخی از زنان که سرپرستی خانواده ها را به عهده دارند و بیکارند هم از امارت اسلامی و مؤسسات کمک کننده خواهان همکاری اند. سرپرستیم دغه یا جامع جوړو مرته یا ټیکریشن جوړو مده خرڅوم بس کم دومره یا 200 300 سالور شه بده پوره سکمات چې پدې دغه مندې ساتم نور څوک نشته زمګه خوست بیا د اسلامي امارت نه ډیره هله لرم چې ماته روزه کې کومک متنورم. نثار احمد نژاد رئیس رسیدگی به حوادث میگوید در زمستان سال گذشته نهادهای کمک رسان با خانواده های نیازمند کمک نکرده و توقع می رود که در ماه مبارک رمضان این خانواده ها دستگیری شوند. جمعه په پکتیا کې ډیر سوړ و او مؤسسات خپل فعالیتونه د موږ طریقه بند کړي وو او تیرو ته بخي بند وو. مؤسساتونه خیریه بنسټونه د موږ د مرکزی ادارې نه غوښتنه کوي چې د پکتیا د خلکو لاسنیوی وکړي او د دې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. که نهادهای جهانی کمک کننده در پکتیا سطح کمک های خود را افزایش دهند تا تمامی خانواده های نیازمند از آنان مستفید شوند. بازی دوم میان بازیکنان کرکت ملی افغانستان و پاکستان امروز برگزار می‌گردد. در بازی نخست بازیکن پاکستانی از بازیکن افغان شکست تاریخی خورد و توپ زن آن در دوش کم شکست خورد. ناظرین کرکت در بازی امروزی در لست بازیکنان افغان خواهان تغییرات اند و می‌گویند که یک یا دو بالر مسلکی باید در این لست اضافه گردد. دا چې ګټونکي لوبډله زیاتره وخت په خپل ټیم کې تغییرات نه راولي، خو تیر میشته په کتو سره ضرور ده چې افغان لوبډله خپل د بیټنګ برخه قوي کړي. که چیرته د نوین کریم او یا ګلبودین پر ځای عثمان او یا صدیق اتل ته چانس ورکړي شي، دې سره به د افغان لوبډلې د بیټنګ برخه لا قوي شي. هغه لوبغاړي هم د پاکستان لوبغاړي هم بالخصوص توپوهونکي په خپلو نیمګړتیاو باندې پوهیږي، هغوی به خواري کوي، هغوی به خپلې غلطۍ نه تکراروي. لومړی لوبې په سیر باندې هغوی د نورو سیالیو کې به پلان نه لري، نو هغوی به یو نوی پلان سره راځي او همدا به زما په اند باندې یو بله نقطه وي چې لوبې به نور هم جالبه کړي. شاروالی کابل برای 167 بست ملکی و فنی این ریاست امروز امتحان عقد نمود. اداره یاچده میگوید از میان 2800 تن اشتراک کننده واجد شرایط 111 تن آن توانستند به این امتحان را بیابند. از سوی هم مسئولین از شفافیت این امتحان اطمینان داده و میافزایند این امتحان در دو مرحله عقد خواهد گردید. شاروالی کابل برای بست‌های ملکی و فنی امتحان رقابتی الکترونیکی را عقد نمود. مسئولین میگویند برای این بست‌ها در حدود 19000 تن ثبت نام کرده بودند که از این میان پس از ارزیابی 200 هزار تن آنان واجد شرایط بوده و در اخیر 111 تن با پروسه امتحان نهایی را یافتند. ما به امر رهبری امارت اسلامی و دیگر همچین ادارات اماراتی دولتی اینمی پروسه را الحمدلله شروع کردیم و از طرف شاروالی کابل به تعداد 167 بست اعلان شده بود که کاندیداش تقریبا 14826 نفر کاندید داره، 167 بست، و همچنین کسایی که ایمیل نمودن 14000
826 نفر هستند. کاندیدایی که فرم درخواستی ارسال کردند تعدادشان 12639 نفر است و تعدادی که واجد شرایط هستند برای امتحان تعدادشان 2884 نفر می باشد و تعداد اسنادی که قابل پروسس نبوده تعدادشان 2187 نفر هستند. تعداد شکایت هایی که ثبت شده است 309 شکایت ثبت شده و تعداد شکایت هایی که قابل ارزیابی بوده و سم بوده 16 شکایت است. مسئولین شفافیت این امتحان خبر داده و میگویند هیچ گونه تخلف در آن وجود ندارد و افراد بر اساس لیاقت و اخذ نمرات بالا به بست های مربوطه معرفی خواهد گردید. دا اطمینان درکوم. بیا هم دا اعلان در تکرم. کله تاسو سره اشتباها یو چا خیانت وکړو د دې زه درته ضامن یم دا زه تر ګریوان درته نسم. خو الحمدلله موږ تر اوسه په دې نه یو پوه شوي، تر اوسه موږ ته څوک په شکایت نه ده راغلی چې له موږ سره په امتحاناتو کې یو چا نومنه قدرې درغلي کړې. خو که بیا هم بالفرض و تقدیر وشوه هغه دې حساب میسته هغه څوک موږ درته حاضرولی شوای. تاسو ته معلومه ده تر دې مخکې د شارټ لیست پروسه چې کومه وه په هغه کې شکایات شوي، هغه د چا شکایت قبول د چا مردود، تر اوسه پورې هم دا موخه عمیق دې ځای ته رارسولي. همزمان با این اشتها کنندگان این امتحان میگویند با وجود این که تحصیلات عالی دارند از سالها بدین سو بیکارند. آنان اضافه میکنند که امیدوارند افراد به اساس لیاقت و مهارتشان به این وظایف گماشته شوند. دا شروالی دبستون اعلان کړل، هغه د پرمو ثبت نام وکړ. ان شاء الله زموږ مهنه د هغه پروسه ډیره شپه پروسه ده او ان شاء الله هر کس په خپل لیاقت سره سونه ورتیا پکې د مو په اندازه باندې به حق حقدار سپل کې ان شاء الله. به نظر ما باید در هر نهاد تا 60-70 فیصد خانم‌ها باشه، چون بالای جامعه تاثیر زیاد داره در خانواده، جامعه، در کشور، در پیشرفت همین‌ها بسیار رول مهم داره و بسیار تقاضای مهمه که ما از دولت داریم است که دروازه های دانشگاه پوهنتون بر روی دختر خانم ها باز کنند و زمینه کاری را برایشان مساعد بسازند. در حالی که بیکاری و نداشتن شغل مناسب میان جوانان کشور از مزل های اساسی و از عوامل مهم مهاجرت های غیر قانونی، جوانان به کشورهای اروپایی خوانده می شود. اشتغال زایی نیز از جمله خواست های اساسی قشر جوان کشور بوده که به باور بسیاری از این طریق می شود کشور را به سوی آبادانی و رفاه اقتصادی سوق داد. خبر این ساعت در اینجا به پایان می رسد. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.